کمال تأسف زلزله در بخش‌های غربی کشور خسارات مادی و جانی سنگینی بر جای گذاشته. شنیدن رنج‌های مردم به واقع دردناک، ولی رژیمی که میلیاردها دلار صرف سوریه و صدور ارتجاع و تروریسم به منطقه می‌کنه، در این شرایط کاری نمی‌کنه و تنها چیزی که براش اهمیت نداره مردمه. گزارش رو ببینیم از وضعیت زلزله زدگان و بعد گفتگوی خواهیم داشت در همین رابطه. زلزله یکشنبه شب 21 آبان ماه که در بخش وسیعی از کشورمان به وقوع پیوست، خسارات و تلفات زیادی بر جای گذاشت. آمار جان باخته ها لحظه به لحظه بالا می رود و صدها کشته گزارش شده است. اما با وجود گستردگی جغرافیایی این زلزله، رژیم اقدامات لازم را انجام نمی دهد. به دلیل فصل سرما مردم به شدت به سرپناه نیاز دارند، اما کارگزاران رژیم مستمر اعلام می کنند که همه امکانات را حل و فصل کردند. ساختمان بیمارستان ها هم به دلیل غیر استاندارد بودن آسیب جدی دیده و مردم برای درمان جایی ندارند. بخشات فرمت و مریضا رو به هر جور شد با از درهای استلالی فرستادیم بیرون و بحران اعلام شد. اینجا بحران بود. فقط سر پل ذهاب بود. شما سر پل ذهاب هستین دیگه، درسته؟ نه، قانونش که اسگلس با 7 و 4 روز که اگه اشتباه نکنم خانقی محلبچه هم زده، ولی قانون اصلیش همون اسگله بود. و چی دیگه، الان نصفی از مردم روسا هنوز نیومدن، یعنی هنوز زیر آواره. اینا که میبینید الان فعلا روستای اطرافه، خیلی از روستای دورتری هستن که بین شهرستان هایی هستن. همون ازگله مسافت طولانی، اونا هنوز نیومدن و وضعیتی که میبینی الان بیریه دیوانسان سرپایی زده. با توجه به اینکه ازگله 200 کیلومتر با کرمانشاه فاصله دارد، هنوز ابعاد این زلزله و خسارت‌های جانیش مشخص نیست. نه تنها ساختمان‌های قدیمی، بلکه ساختمان‌هایی که به اسم مسکن مهر با بدترین کیفیت ساخته و به مردم غالب کرده‌اند، بیشترین خسارت‌ها را داشته است.
تقریبا 90% ساختمان‌های مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه در زلزله دیشب متاسفانه مسئولینی که مشاهده می‌کنین چیزی شاید حدود 100 نفر سرباز نیروی ارتش باشن، اما کاملا دست خالی، حتی نه ماسک دارن نه دستکش، برای همین کاملا بی‌فایده. یه دونه بیل مکانیکی شخصی هست و سطح تنک مشخص نیست، مجهول الحالن و زیر آوارن. حالا همینطوری که می‌بینین مردم دنبال وسایلشونن، دنبال عزیزاشونن زیر آوار. اما تجربه نشان داده که این رژیم برای مردم در این فجایع طبیعی کاری نمی‌کند و تنها این مردم هستند که با همبستگی می‌توانند از دردهای هموطنان مصیبت زده بکاهند. خب بینندگان عزیز، گزارش رو دیدیم و اکنون همراه هستیم با میهمان برنامه حسین میرداماد تا در همین موضوع، همین فاجعه ملی که رخ داده صحبت کنیم. با سلام و خوش آمدگویی به شما در برنامه سرخط. با سلام به شما و با عرض تسلیت به همه مردم داغدار و مصیبت دیده کرمانشاه و همه شهرها و روستاهایی که دچار مصیبت شدند. سوال اولم اینه که ارزیابی ها از این تلفات به اصطلاح زلزله در غرب کشور چیه؟ ارزیابی های اولیه آیا وجود داره؟ آیا تخمینی وجود داره؟ به حضور شما عرض کنم که این زلزله که به اصطلاح مرکزش در ازگله در ایران و در عراق در حلبچه بوده، بله، و با 7.3 ریشتر در مقیاس ریشتر در واقع این زلزله به وقوع پیوسته، در چندین استان کشور در واقع ارتعاشاتش باعث شده که مردم در واقع خونه‌ها بیرون بریزن و خرابی‌های بسیاری و کشته‌های بسیاری هم در مناطق غربی کرمانشاه به وجود بیاره. منتها اون چیزی که در ایران همیشه شاهد هستیم و الان هم در این صحنه شاهدش هستیم، کم نمایی و حداقل نشون دادن خسارات ناشی از زلزله و بلایای طبیعی که این رژیم انجام میده. که اگر شما اجازه بدید من چند موردشو براتون از این به اصطلاح تناقضات بگم. بله خواهش می‌کنم. استاندار کرمانشاه، این همین خبرگزاری حکومتی تسنیم داده همین امروز، میگه که در بحث کی داده، صبح داده، اینو ساعت 7:30 صبح امروز، در بحث تأمین مواد غذایی مشکل خاصی وجود نداره، در حالی که مردم اونجا الان از آب و نبود مواد غذایی در شهرها و در روستاها خبر میدن. فرماندار قصر شیرین، فقط به تعدادی چادر نیاز داریم. بعد در حالی که خود همین این خبرگزاری از میگه در سرپل ذهاب چهره شهر تغییر کرده، به طوری که میتونم گفت نیمی از سازهای این شهر پس از گذشت شبی سخت اکنون از بین رفتن. نیمی از بین رفته، ایشون چادراشون هیچ نیازی ندارن. تأکید میکنن که مردم مسافرت نکنن به مناطق کرمانشاه و میگه که نیکردار در واقع معاون استاندار کرمانشاه، آب و آشامیدنی شهر سرپل ذهاب و هرسین با توجه به اینکه از سراب تامین میشوند به دلیل تکانه‌های شدید کدر شده و آب بسته‌بندی در این شهرها توزیع می‌شود، که البته الان هم باز کلیپ‌هایی که مردم منتشر میشه میگن آب بسته‌بندی هم وجود نداره حتی برای کارکنان هلال احمر. بعد فرماندار قصر شیرین میگه آب قابل شرب نیست. پس می‌بینید که ما با یک مجموعه ای از خبرهای زد و نقیض از رژیم و به طور خاص از هرچی بالاتر رژیم میدیم برای کوچک جلوه دادن این خبرها مواجه هستیم. و خب خود همین این موضوع باعث شده که چیه؟ باعث شده که به اصطلاح ابعاد تلفات اونطوری که شما سوال کردین به طور واقعی مشخص نباشه کجاست. الان عملا در شهرهایی که گفتن به اصطلاح مشکل پیدا کردن مردم، شامل استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان کردستان، استان کرمانشاه، استان ایلام، همین جاها بسیار خونه ها، حتی خونه ها که مردم ترک میخوره و
امکان دیگه نمیتونن برن توی اون خونه ندارن. یعنی فقط هم این نیستش که اونجایی که زلزله الان اومده که خرابیاش الان مستمرا میبینیم، اونجا هم که خراب نشده ترک خوردگی خونه ها، امکان فروریزی ساختمون ها بسیار زیاد هست. بله. توی خبرها رژیم مدعی شده که امکانات و تجهیزات امدادرسانی و همینطور قسمتی از نیروهای ارتش و سپاه رو به این منطقه برای کمک کردن به مردم اعزام کرده. آیا در این رابطه خبری دارید؟ در این رابطه هم کلیپ های بسیار زیادی در فضای مجازی گذاشته شده. یک دونه از این کلیپ ها رو در همین گزارشی که شما قبل از همین صحبت ما در واقع پخش کردین، اجازه میخوام ازتون اگه بشه درخواست کنید یه بار دیگه اینو بذارین که من ببینیم صحنه رو دوباره راجبش صحبت کنیم. بله اتاق فرما اگه ممکنه اون قطعه رو دوباره پخش کنید. چرا؟ تقریبا 90% ساختمان‌های مسکن مهر شهرستان سرپل‌زها بستان کرمانشاه در زلزله دیشب متاسفانه مسئولینی که مشاهده می‌کنین چیزی شاید حدود 100 نفر سرباز نیروی ارتش باشن، اما کاملا دست خالی، حتی نه ماسک دارن نه دستکش، برای همین کاملا بی‌فایده. یه دونه بیل مکانیکی شخصی هست و سطح ها تنگ که مشخص نیست، مجهول الحالند و زیر آوارند. مردم یک تنه میگن مسئولین کجان؟ از دیشب به این ور هیچ مسئولی نیومد. حالا همینطوری که میبینی مردم دنبال وسایلشونن، دنبال عزیزاشونن زیر آوار. ببینید تو همین اینجا یکی از هموطنا اینجا اشاره میکنه به نیروهای ارتشی و سپاه که اومدن اونجا، فاقد کمترین امکاناتن، حتی ماسک ندارن، دستکش ندارن، هیچ وسیله‌ای برای رسیدگی ندارن. اصلا مسئلهشون یه چیز دیگه است، مسئلهشون امنیت خود دستگاه رژیمه. حتی امروز سپاه اعلام کرد آواربرداری ها تموم شده، در حالی که هنوز بسیاری دوستاها هنوز تعیین تکلیف نشدن که اینا چقدر آدم زیر این آوارها کشته شدن با این وضعیت ساختمون هایی هست. بنابراین تمام دستگاهی که الان ادعای رژیم هست مبنی بر این قضیه، و گزارشی هم داشتیم از خود کرمانشاه که نیروهای گارد ویژه ریختن توی شهر، جاهای مختلف شهر کرمانشاه، برای اینکه کنترل کنن مردم رو، چون در این شرایط خشم مردم بسیار فورانی میشه. چرا میگین خشم مردم فوران میکنه؟ موضوع اصلی چیه؟ موضوع این هستش که ببینید به دلایل متعدد مردم دچار خشم شدیدی میشن. یک، همین امروز خامنه ای ولی فقیه ارتجاع یک پیام سوری شب گذشته داده و امروز با این هشت شعبی ها و مزدورای خودش در رابطه با همین نمایشی که در اربعین داشتن مفصل صحبت کرده، اشاره ای اصلا به این داستان نیست. هزاران نفر تو غرب کشور کشته شدن، چه بسا نزدیک به صدها هزار نفر آواره و بی خانمان و وسط خیابون ها و بیابون ها رها هستن. اصلا دردی وجود نداره. این اول از سر رژیم. سپاه و نیروی انتظامی که اساسا کارشون اینه که برای رژیم جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. مردم که مراجعه میکنن نه بیمارستان درست حسابی وجود داره، نه امدادرسانی وجود داره. تازه امدادرسانی که میاد امکانات نداره. امکاناتی که اونجا بود هستش در حد اقل ها هست. هرچی خود مردم بتونن کاری بکنن کردن، هرچی نتونن مردم زیر آوار تلفات میدن، کشته میدن زیر اینا. خب اینا همه موارد انزجار و وضعیت انفجاریه تو اونجا هست. از یه طرف دیگه مقایسه میکنن با مخارج گزاف و کلانی که رژیم در کشورهای دیگه میکنه. همین اخیراً تلویزیون رژیم نشون داد که رژیم رفته در اوگاندا بیمارستان زده، در حالی که تو همین سرپل ذهاب بیمارستان سرپل ذهاب خراب میشه زیر این زلزله. بیمارستان های فرسوده از زمان شاه بعضیاش باقی مونده، هنوز ترمیم نشده. حتی یک بیمارستان جدیدی هم که هستش انقدر اینا با مصالح سست عنصری گذاشتن که این بیمارستان هم خراب شده. و خب همه اینا موجب انزجار مردمه. این همه امکانات تو این کشور هست، به این مردم داغدار و مصیبت زده رسیدگی نمیشه. خب اینا همه باعث اینه و این رژیم وحشت داره از اعتراض مردم، از خشم مردم. انبوهی مردم مصیبت دیدن، الان خب زندگی های اینا چی میشه؟
اینها خب همه عواملی هستن که میبینن مردم هیچ بودجه تو این کشور خرج مردم ایران نمیشه، خرج دردها و مشکلات مردم ایران نمیشه، خرج دم و دستگاه رژیم میشه. بله، شما اشاره کردی به موضوع بودجه. سوالم اینه که این بودجه عمرانی که مثلا رژیم برای همین منطقه، منطقه کرمانشاه اختصاص داده، مثلا چقدره؟ ببینید کل بودجه عمرانی که برای کرمانشاه اینا در نظر گرفتن برای سال 96 800 میلیارد تومانه. خب این رقمی حدود 200 میلیون دلاره که واقعا پولی نیست برای یک استانی که چندین میلیون جمعیت داره و انبوه معضلات داره. متقابلا شما نگاه بکنید بودجه که این رژیم صرف سپاه میکنه، صرف نیروی انتظامی میکنه، و خود همین آخوند روحانی گفت ما بودجه اینها رو افزایش هم دادیم. تازه بودجه عمرانی که تازه روی کاغذ میاد اصلا ماده ای نمیشه برای مردم، چیزی دست مردم نمیگیره، به اصطلاح زیر ساخت هایی رو بخواد تامین بکنه، از بیمارستان، از پل، از جاده، از ساختمون ها. از اون طرف مسکن مهر قرار بوده مسکن ضد زلزله باشه، به دلیلی که کل ایران روی گسل زلزله هست قرار بوده که مسکن مهر رو اینها بر اساس به اصطلاح استانداردهای ضد زلزله درست کنن. بله. الان بیشترین خرابی ها مربوط به مسکن مهره. خب اینا همه دزدی ها و غارت هایی است که این رژیم از بودجه این مملکت کرده. شما میگید چرا مردم خشمگینن؟ خب با چشم دارن میبینن. پول این کشور، مالیات این کشور، درآمد نفت این کشور، اخاذیایی که این رژیم میکنه از موارد متعدد از مردم، اینا همه صرف بقای رژیم میشه، چه در سرکوب داخلی، چه در سپاه و بسیج و امثال اینا، در خارج هم که صرف کشتار و نگهداری دیکتاتورها و اینا میشه. بنابراین من بخوام صحبتمو کوتاه بکنم، این هستش که همونطور که در پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم بود، این که اساساً مردم ایران با همبستگی و با همدردی باید در واقع اقدام بکنن برای نجات جان کسایی که زیر آوار ممکنه مونده باشن هنوز، و همچنین مردم مصیبت دیده و مردمی که الان در واقع زیر همین فشارهای رژیم هستن همچنان، چون نیروی انتظامی هم اعلام کرده که حق ندارن مردم اسباب کشی بکنن و یک سری به اصطلاح از این دستورات هم صادر کرده که فشار رو بر مردم مضاعف میکنه، بر اساس همون دروغایی هم که میگن و به طور واقعی هم امداد رسانی نمیکنن. بنابراین این هم یک عرصه دیگه و صحنه دیگه از بروز همبستگی مردم ایران با هم دیگه برای در واقع نجات هموطنانی، کمک به هموطنانی که الان در به اصطلاح شرایط بسیار سختی به خصوص تو این سرما در غرب کشور هستن. بله، یک بار دیگه تشکر میکنیم از گفتگو و از اینکه در برنامه سرخط شرکت کردید.